پیمان‌نامه پیامبر صلی الله علیه و آله با مسیحیان نخستین سند جهانی در ترویج پیام صلح است. عبدالرحیم ریحان، مدیر کل تحقیقات و مطالعات باستانشناسی منطقه شمال مصر، پیمان‌نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مسیحیان را نخستین سند جهانی در زمینه احترام به ادیان و مقدسات و ترویج پیام صلح دانست. این پژوهشگر مصری افزود، در این سند اصول و قوانینی برای حمایت از مقدسات مسیحیان و کمک به مرمت و بازسازی آنها و همچنین عدم اهانت به مقدسات مسیحیان تدوین شده و آمده است اگر بنا به هر دلیلی کلیساها و اماکن مقدس مسیحیان تخریب شود، مسلمانان حق استفاده از مصالح آنان در بنای مساجد و خانه های خود را ندارند. وی اضافه کرد، در این سند همچنین بر همکاری مسلمانان در بازسازی کلیساهای مسیحیان و حمایت از آنان به عنوان اقلیت دینی تاکید شده است. این پژوهشگر مصری در پایان تدریس مفاد این پیماننامه و تبیین آن در کنفرانس های بین المللی صلح و گرد همایی پیروان ادیان مختلف را خواستار شده و تاکید کرد، احترام به ادیان، مقدسات و اقلیت ها اصول ترویج صلح و نابودی تروریسم در جهان است. گفتنی است نسخه اصلی این پیماننامه قرنها در صومعه سنت کاترین در کوه سینا نگهداری میشد، اما در سال 1517 میلادی و در پی فتح مصر توسط سلطان سلیم عثمانی نسخه اصلی آن مفقود شده است، اما کپی هایی از نسخه اصلی در این صومعه محفوظ مانده است. لازم به ذکر است که پیماننامه پیامبر صلی الله علیه و آله با مسیحیان عهدنامه ای است که نبی مکرم اسلام آن را در سوم محرم سال دوم هجری در مسجد النبی به امیرالمؤمنین علیه السلام املا نموده و خود آن را مهر فرمودند.